دوستان عزیز به خصوص جناب آقای دعایی تشکر میکنم که اظهار روح و محبت کردن، همچنین عزیزان دیگری که از طریق نامه و امضا محبت کرده بودن. واقعا من خوشحالم که شما رو میبینم، ولی به هیچ وجه من برای خودم، عمر خودم و جایگاه خودم اون ارزش قائل نیستم که به خاطر تولد من دست گرفته بشه یا دور هم جمع بشه. فقط به اصطلاح بهره ای که از این هست و من رو راضی میکنه این که در کنار شما هستم و شماها رو میبینم، به خصوص الان که هنگه های بیشتری برای گردن آمدن و دور هم بودن فراهم شده، این یه موقعیت و فرصتی است که میتونیم دوستان عزیز رو ببینیم و از نظرشون لذت ببریم. من همچنان که گفتم به هیچ وجه خودم رو شایسته این نمیبینم و عمرم را دارای اون ارزشی نمیبینم که دوستان زحمت بیفتن و مثلا سالروز تولد من رو تبریک بگن. اگرم بنا بود چنین کاری بشود، واقعا عزیزانی مثل جناب آقای دعایی شایسته تر از این بودن که با اون سابقه درخشانی که دارن و با اون شخصیت ممتاز، دوست داشتنی و خدومی که دارن، بزرگداشت نسبت به اونها باشه. و منم الان میگم که بیش از این که این جلسه برای من باشه، به حساب جناب آقای دعایی میگذارم که از شخصیت های ارزنده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم. و به خصوص در این موقعیت که بسیاری از بزرگان ما الان در حبس به سر میبرند و تعداد زیادتری در حبس هستند و نیز مردم ما با مشکلات فوق‌العاده زیادی دست و پنجه نرم میکنند، حالا به خاطر مشکلاتی که از بیرون تحمیل شده یا از درون ناتوانی هایی بوده، واقعا مردم در رنج و مشقت هستند. این برگزاری جلسه برای من یک کمی ناگوارتر هم هست، گرچه دیدن شما و دور هم بودن ما خودش یک فرصت و غنیمتی است و خوشبختانه خیلی ساده برگزار شد این جلسه بدون تشریفات و امیده به اصطلاح و هدیه ارزنده‌ای که جناب آقای دعایی بودن گلها هست، ما تقدیم میکنیم گلها رو به همه عزیزانمون که در حبس و عصر به سر میبرن و نیز به همه ملت عزیزی که دارای گرفتاری های هستن و از خداوند بزرگ میخواهیم که هم تهدیدات گوناگونی که از بیرون و درون برای ما وجود داره رفع بکنه و آینده بهتری رو برای کشور ما، ملت ما و مردم ما انشاءالله مقدر بفرمایه. از لطف همه شما سپاسگزارم.